سالگشت اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان است که در 29 بهمن 52 تیرباران شدند. ما یک هفته دیر این برنامه رو داریم به شما نمایش میدیم که هفته گذشته به دلیل فنی اشکال فنی نتونستیم این کارو بکنیم که درست سالگشت این اعدام بود. دو نفری که گل سرخی و دانشیان که حکومت آن زمان به عنوان اعضای یک گروه 12 نفره معرفیشون کرده بود که میخواستن اعضای خاندان سلطنت را ترور کنند. دو دادگاه علنی در دی و بهمن 52 برگزار شد و بخش‌های کوتاهی از دفاعیه متهمان در دادگاه از تلویزیون اون زمان پخش شد. کامل فیلم دادگاه رو بعد از انقلاب دیدیم. رضا علامه‌زاده که همزمان با 38مین سالگشت اعدام گل سرخی و دانشیان کتاب خاطرات زندانش منتشر شده، از متهمان اصلی اون گروه بود و به دو بار اعدام محکوم شد و البته بعد تخفیف حکم و حبس ابد گرفت. گروهی که علامه‌زاده میگه اصولاً وجود نداشت و اون چیزی که به عنوان گروه گل سرخی سر زبون افتاد ساخته و پرداخته ساواک بود برای ایجاد ترس در جامعه و به اصطلاح به رخ کشیدن قدر قدرتی ساواک. واقعیت است که خود من مثلا خسرو گل سرخی رو اصلا در عمرم ندیده بودم. من اولین بارم چون که در کتابم خاطراتم آوردم، من در ماشین قضابری که از اوین ما رو می برد به قزل قلعه، من برای اولین بار خسرو رو در اونجا دیدم. وقتی در زندان بودم بعد از بیش از یک ماه که در زیر بازجویی بودم. یا مثلا کرامت دانشیان که دوست صمیمی من بود در دوره دانشجویی در مدرسه تلویزیون سینما، من چند سال بود اصلا کرامت رو ندیده بودم. بنابراین تمام این پرونده به شکلی ساخت و پرداخته خود ساواک بود که از یک سری حرفایی که من مثلا با عباس سماکار در مورد فستیوال کودکان و جوانان زده بودم که برای آزادی ذهن احساسی بد نیست که اگر این امکان فراهم شد فرح پهلوی رو گروگان بگیرید، این حرفی بود زده شده بود و بعدم فراموش شده بود و کسی هم دنبال نکرده بود. یا دو سال قبل از اون اینجوری که از پرونده در آمد، بعدن مثلا خسرو گل سرخی با افراد دوربر خودش که اصلا هیچ تماس با اون نداشته، آشنا با اون نداشته، دو سال پیش اونم یه حرفایی تو این زمینه ها زده بوده که مثلا ترور شاه این امکان وجود داره که در موقعی که به اسکی در سوئیس میره مثلا ترور بشه، در حالی که نه کسی از این گروه هیچ وقت در خارج رفته بوده، نه هیچ وقت سوئیسی دیده بوده، نه هیچ کس هیچ کدوم از اینا تلاش برای کار کرده بودن. دقت کرده باشین تو خود دفاعات خسرو مشخصا میگه که من به خاطر حرفی که دو سال پیش زده بودم دارم محاکمه میشم، در حالی که خسرو میدونید اصلا وحشتی از ابراز عقیده نداشت و طبعا سر همین قضیه هم میگه میشه گذاشت. بنابراین به راحتی میتونست بگه برد بخواستم این کارو بکنم. به همین متهم شدن و محکوم شدنی که علامه‌زاده میگه تنها بر پایه حرف نسنجیده یه همینجوری محفلی صورت گرفت، خسرو گل سرخی هم در دفاعیاتش در دادگاه اشاره میکنه. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده، به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم، تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم. بعد مرا به زندان دیگری منتقل می کنند. آنگاه 7 ماه بعد دوباره تحت بازجویی قرار می گیرم که توطئه کردم. 2 سال پیش حرف زدم و اینک به عنوان توطئه‌گر در این دادگاه محاکمه می شوم. خسرو گل سرخی بود در دادگاهی که در سال 1352 برگزار شد. افرادی که بازداشت شدن میگن از همون ساعت اول شکنجه شدن برای اعتراف به چیزایی که اصلا وجود نداشته یا اصلا اطلاعی از اون نداشتن. مستقیم من رو به اتاق شکنجه بردن در زندان اوین مستقیم، و در حالی که واقعا ساواک و اون تیمی که من دستگیر کرده بود به روشنی میدونست که من اطلاعاتم 1/100 اون چیزی که خود اونا در اون لحظه داشتن، چون من آخرین نفری بودم از این تعداد که دستگیر شده بودم. این
با وجودی که میدونستن من تمام اون روز از فکر میکنم مثلا 12 بود که من با چشم بسته به زندان اوین رسیدم، مستقیم به زیر زمین اوین رفتم و تا شاید 8-9 شب من زیر شکنجه بودم و فکر میکنم دیگه چیزی مثل جسد از من توی سلول رفت. ابدا واقعیت این است که من توی دوران اوین جز همین یه بار شکنجه بدنی نشدم. شکنجه های بدنی بعدی شدیدتر از اینا بعدا در زندان قصر، نه در اثر پرونده بلکه در اثر به قول خودشون تنبیهات انضباطی روی من خیلی انجام شد. اما چه کسی از اول این حرفای نسنجیده محفلی رو که علامه‌زاده بهش اشاره میکنه به عنوان گزارش به ساواک میده و گزارش اون آدم پایه بازداشت ها و ماجرای معروف به دادگاه گل سرخی و دانشیان و اعدام این دو نفر میشه؟ من وقتی با عباس سواکار در مورد این امکان گروگانگیری فرح پهلوی در جشنواره به فیبای کودکان و جوان تهران صحبت کردم، 6 ماه به جشنواره باقی مونده بود، فاصله داشتیم. این موضوع هم بعد دنبال نشد. سماکار که این قضیه رو با تیفور بطایی در میون گذاشت، اون با کرامت دانشان تو در شیراز زندگی در میون گذاشت، کرامت به دوست بسیار بسیار نزدیک و صمیمی خودش امیر فتارت که گمان میکرد که با سازمان فدایان خلق ایران رابطه داره اینو در میان میذاره، بدون اینکه بدونه که این دوست سالهاست برای سوار کار میکنه. این چیز شناخته شده ایست. امیر فتانت الان کجاست و چه میکنه؟ باری رسیدیم به پایان این برنامه صفحه آخر که متکی است به نظرات شما بر پیج صفحه آخر در فیسبوک. یک شنبه هر هفته نام چند چهره خبری رو در صفحه آخر می نویسیم و از شما می خواهیم که به اونا رأی بدید که کدوم رو بیشتر معرفی کنیم. شب و روزگار خوش. در صفحه آخر مطرح کنیم. صفحه آخر در فیسبوک صفحه ایست برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید. last page @voanews.com